سلام به شما بیننده های نهایت عزیز و مهربان چینل کابل وایس پلاس یا صدای کابل و برنامه امروز ما بسیار زیاد خوش آمدید. من یکی نگزاد هستم، باسم در یک دیگر از برنامه های صدای کابل در خدمت شما خوبان قرار دارم و نگفته نماند که برنامه امروز ما خیلی جالب خواهد بود. ما امروز آمدیم در سینمای آریانا، میخوایم بریم داخل سینما و افتتاح فیلم سنگ شکن از سلیم شاهین ببینیم. پس برنامه ما رو بیننده باشین، ببینیم که فیلم چگونه هست، مصاحبه های می داشته باشیم با خود آقای شاهین، با هنرمندای دیگه، هنرپیشه‌های دیگه. پس ما رو دنبال کنین. Peace.
کنار مشهورترین سینماگر افغانستان حضور داریم. میریم بیشتر در مورد فیلم سنگ شکن که امروز افتتاح شده بیشتر. سلام بر شما بی بی جان قند خانم عزیز و همچنین برای چینلت و همکارایت از طریق چینلتون برای تمام بینندهای یک سلام جانانه تقدیم میکنم. فیلم سنگ شکن البته داستان یا سوژه بسیار مقبولی که داره، فقط درد روز است، همه اختطاف، ترور و قاچاقبری، ورزش در این فیلم برای جوانا که مفید است ما استفاده کردیم. به این فیلم چند مدتی رو ساختیم؟ تقریبا 8 ماه شد، 8 ماه طول کشید و بسیار یک فیلم جور کردیم که برای جوانا باشه. پیامش چیست؟ نشان میده که جوان ها باید فریب نخوره در این شرایط، فریب قاچاقبران و تروریستان و همچنان اختطافچی ها. آقای شاهین چه نقش داشتید اونجا؟ ما رو میگی؟ ما پلیس هستم، تولچک میزنم ات، خلاص دیگه چی بزنم بگو. سلامت باشی، ممنون، تشکر. شما سلامت باشی، مختنم شما بیننده عزیز، من خوام از آقیستم، زنده با. بیننده های عزیز، ما حالا در پهلوی دو تا از هنرپیشه های موفق استاد هستیم و بیشتر خودشان میگه که اینا چه موفقیت هایی داشتن و ما بیشتر با اینا آشنایی ندارم و میخواییم ما مثل شما الان آشنا شویم. سلام به شما عزیز. سلام دوست عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین، مجرد هستین، لباس عافیت و تن داشته باشین. با یک سلام خوش به شما. تشکر از دلم. به شما چنان میشه خودتان رو بر بیننده ما معرفی کنین؟ ما مثل که ما شما رو ندیدیم، شاید بیننده های ما شاید زیاد. بله چرا که نه محترم. خب من کبرا عبدالله هستم که نو به هنر سینما داخل شدیم و یک تقریبا یک 30 تا فیلم کار کردیم و میتو 30 تا. بله بله ما یپانی. بله و متو به ایرانات این چیزا هم هستیم دیگه کار میکنیم. چی چقدر مدت میشه که شما به سینما رو آوردین؟ گفتین ما به تازگی اومدیم، یعنی چقدر مدت میشه مشخص‌تر بگین؟ خب بله چرا که نه، به مدت یک سال میشه، یک سال تقریبا میشه که ما به سینما اومدیم و من فکر میکنم تا 16 سال 17 سال نشده من میگم من تازه کار هستم، باید کم پیش بریم بعد از این. چی باعث شد که شما به سینما آمدن؟ یعنی سینما جای خوبیه برای خوب تر خانوما خواست؟ از مشکلات فراویش نیست؟ و از نظر من دنیای سینما واقعا یک دنیای قشنگ است و من امی علاقه ما علاقه خاصی که به سینما داشتیم و از یک طرف دیگه حمایت فامیل ما که زیاد بود، ما باعث شد امروز در اینجا استاد باشم و با شما امید گزارش بدم و بیننده عزیزم بیننده باشن. زیاد تشکر عزیزم. میشه از چند تا گفتیم ما 30 تا فیلم کار کردیم، میشه از فیلم هایتان یک چند تا ایش بر بیننده نام بگیرین که کدام فیلم ها بوده؟ ما فیلم هایی که کار کردیم، فیلم های ما این سینمایی هنوز نبوده و سریال نبوده که انشاءالله سریال هم نو تا سریال است که روی کار داریم و فیلم های مرکز و فیلم های کوتاه است فعلانش و من نمیتونم به بنیدای عزیز بگم که شما دقیقا میتونین مثلا مرا در جای که نقش مرکز دارم ببینین، ولی میتونین یک چند هفته بعد انشاءالله شاید فیلم های قشنگ و سریال های بلند ما باشن. میشه بگوی که در فیلم هایی که کار میکنی میتونی بهتر کدام نقش بازی بکنی؟ آدم دقیقا در یک نقش خیلی چالاک است. بله بهترین نقش را که تو میتونی بازی؟ خب من فقط تنها مشکلی که دارم در نقش رومانتیکی را واقعا نمیتونم کار کنم. نمیتونی؟ یعنی در فیلم های عشقانه خیلی از امیال بگم که نمیتونی دیگه که اکشن و حتی عشقا را کنی؟ میتونم ولی واقعا
ولی دیگه به امو تو ساختگی میایه ها نمیتونم به اونو ولی دیگه نقشه راحت است راحت کار میکنم نقشه رو بیشتر تا حالی کار کردی به شخص؟ نقشه هایی که من کار کردی ولی یکم در شیشه هایی که هست خیرم میشه و حتی اکشنش رو بکنی راحت بکنی خب نه فیلم های من فقط رومانتیک نیست و میتو اکشن های عادی و یا دختر خانومی و یا زنی عادی یا سکته خانه کار میکنه نقش رومانتیکی رو نتانستیم پیش ببرم چون ساختگی میامد بسیار زیاد تشکر میشه پیام تا به دختر خانوم هایی که میخواید به سینما رو بیاره بگویی خب پیام من به همه دختر خانوم هایی است که اولی که خودشان از هنر سینمای خودشان حمایت کنند و بخصوص از ما دختر خانوم ها حمایت کنند تا ما بتانیم واقعا دختری فیلمی که میگه شده نمیشه یا امکان نداره میشه چرا که نه ما مزیش سینماگرای کشورهای خارجی کمی نداریم فقط میدوست عزیز حمایت کنم ما میتونیم و دختر خانوم های دیگه که میخواین به سینما بیاینم اگر اجازه فامیل باشه دنیای سینما دنیای قشنگیه میتونید بیاین بسیار زیاد تشکر از شما سلامت باشین ممنون برنده های عزیز ما حالا در پهلوی یک هنرپیشه دیگه قرار داریم که در فیلم سنگ شکن یعنی بچه فیلم بوده دیگه نه یعنی خیلی نقش عالی رو بازی کرده ما میخوایم بیشتر از خودش بشنویم که چه نقش داشته چه میکردن و شما هم باهاش آشنا بشید سلام به شما سلام به تمام نیازهایی که ما را از این چینل تماشا میکنن نام من قنداقای خاکسار است البته در این فیلم سنگ شکن نقش منفی دارم نقش های کوتاه دارم از نقش های راضی هستم نام ما خواهد اصلا نامو در فیلم اقدر نام شده که بیخی یادم هم میروه آه با خدا دیگه از نقشم راضی هستم یک نقش کوتاست چون در پهلوی کرکترهای بسیار خوب قرار داشتم از نقشم راضی هستم میشه در مورد فیلم سنگ شکن به ما بگویی هدفش چی بود؟ پیامش چی بود؟ چطور ساخته شد؟ پیام یک البته فیلم سنگ شکن پیام داره که جوانایی که بسیار کارکشته هستن میخواین که یک جای کار کنن متاسفانه که با گروه های مقابل میشن که اصلا از کار و امو کرداری که میکنن اونا را میخواین که در بیرانه بکشانن و این فیلم سنگ شکن هم فیلم رزمی هم فیلم رومانتیک است دیگه داستان بسیار عالی داره من نمیتونم پیش از این گپ بزنم باز انشاءالله فیلم رو میبینیم گپ میگیم بسیار زیاد تشکر سلامت باشین تشکر از شما خب بنده های عزیز ما را بیننده باشین ما باز هم مصاحبه خواهیم داشت و خیلی گپای عالی و جالب خواهد داشتیم با آقای تمام روز زحمت میکشه خواهی میکشه بابا جو چی گفت است؟ نجیم رفیده تو آمده بیننده های عزیز ما حالا در کنار کسی قرار داریم که مویشان را در عرصه سینمای افغانستان سفید کرده و در فیلم سنگ شکن هم در پشت صحنه خیلی نقشای عالی داشته و ما بریم بیشتر از خودشان میشنویم سلام با شما سلام علیکم عزیزم خوب هستین سر شما خوب است تشکر زنده باشین بر بیننده های ما معرفی بکنین محمد نبی عطایی یکی از هنرپیشه های سینمای افغانستان
آقای عطایی، ما میخواییم در مورد سینمای افغانستان و در مورد کار سینما از شما کمی بفهمم. والا سوال خوب کردین. فعلا که ما میبینیم سینما بخی شکست کرده. ایتو بخشت بگویم که قبرگاه سینما یکی بدگت تیر ویرشو شکست. اما کسی نیست و تو شکسته بند ما پیدا نمیکنم که حالا پس همین قبرگاهکای سینما را شکسته بندی کنه و بسته کنه که رشد کنه. آقای عطایی، سینما در کدام سال در افغانستان پیشرفت کرده بود، یعنی رشد کرده بود که حالا به گفته شما قبرگاه هایشان شکسته یا مثلا رو به کاهش یافته؟ یا سینما در وقت ظاهرخان، داوود خان، در این وقت سینما ترقی داشت. ما یک فیلم خانه خدا آمد در سینمای کابل انداری، ما 300 رو پتنا بازار سیف روختم تکتشه، یگاله بود. اما سینمای بیزاد بود، سینمای پل خمری پارکینگ جور شده، از مزار شریف گدام جور شده، از قندار مسجد جور شده، از بیزاد ایجا گدام جور شده، سینمای کابل مکتب جور شده. سینما فقط 3 دانه مانده در افغانستان. بسیار زیاد تشکر. شما میشه از خودتون بگوین که در چند فیلم کار کردین، چند سال میشه در سینما هستین و مطمئنم که خیلی سالای زیادی شده باشه. من مدت 35 سال است که در رشته سینما هستم و 64 فیلم دارم، 12 سریال دارم و دعوت سینمای امریکا شدم. فیلم کاغذ پرانباز در اوجه کار کردیم، در شهر کونه چین کار کردیم، یک فیلم دیگر به نام خاک مرجان در ایران کار کردیم. دیگه فعلا هم یک سه فیلم از زیر ده دارم. در این فیلم سنگ شکن هم پشت سنه هم بسیار زحمت کشیدیم و عرق ریختانیم. به نسبت چی؟ که مردم ما بسیار غم دیده شد و می خواهیم که اشک چشم مادرها را خوش کنم، دلبایشان خنده بیارم. اما کوشش سینماگرها و هنرپیشه های نمیست که مردم ما خوش باشه. آقای عطایی، قسمی که خودتان گفتن با توسط سینما ما میتونیم اشک چشمای مادرایی که غم دیده او را خوش کنیم، اما چی دلیل شده که سینمای افغانستان کاهش پیدا کرده، یعنی رشدش کم شده، قبرگاه های شکسته، ما نمیتونیم این کار را بکنیم؟ این به خاطر از این که کلتور خود ما را از همه بزرگای ما زیر پای انداخته، کلتور مردم ترکیه را بیادر بلند میکنن، از سریال های بسیار خراب بگویم که ما تو اطرافی گپ دیم بخشتان. سریال ها جوان ها را از را کشیده، طفل از را کشیده، از درس مانده، از تعلیم مانده. اما چرا فیلم افغانی را جور نمی کنی؟ به مو قیمت گذابه که تو سریال می خری و دوباره او را بیادر لبسه چی می کنی؟ چرا بیادر نمیتی نیم پول از را که ما سریال جور کنیم به رسم رواج خود، انانات خود، فرنگ خود، که پیرمرد ما، طفل ما از او یک چیز بیاموزه. ما نام ماندیم که معلم جامعه هستیم اما کوکه، از ما چی بیاموزه؟ رای حل شما چی پیشنهاد میکنین؟ پیام شما چیست؟ رای حل ما عزیز که ما از بزرگاه خواهش میکنیم که باید متوجه باشن، سینما را رشد بتن، کلتور و فرهنگ و عنعنات افغانی خود رشد بتن، نه از مردم بیگانه را. از دست بیگانه خب به این حال رسیدیم. بلیاد خدا، بلیاد قرآن، دست با هم بدین، برادر باشین، مستحکم باشین، خدمت کنیم به وطن که مردم تازه زندگی کنه. بسیار زیاد تشکر آقای عطایی، سلامت باشین. خواهش میکنم. بنده های عزیز، ما در کنار یک دختر خانم بسیار عمود خوشکل و ناب و مقبول و همچنان هنرپیشه قرار داریم. میریم بیشتر از خودش میشنویم که در قسمت هنر چی کارهایی کرده تا حالا. قربانت، سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام عزیزایی که ما را از طریق پرده چنل یوتیوب شما میبینن. پیش از اینکه گپای خود شروع کنم، خواهر مهربان ما خودشان مقبول هستن که ما را با دیدهای زیبای خود مقبول میبینند. داری از ده بشه بر بندای ما معرفی بکنین، نمیشناسن؟ یلدا احساس هستم، در مسلک سینما هستم، مدت 10 سال میشه که ما در سینما هستم. تا سن بالا نیست باش که برشان بگویم، ما سن خود شروع کردیم به کارها و فعلا هم دیگه هست کارها، فیلم ها، سریال ها، فعلا هم دیگه چینل تو با کار میشه. شما مثلا مسلکی سینما را خواندن یا علاقه تان بوده که در سینما را بوده؟ ما دیگه از مؤسسات درس چه خواندیم، مسلکی نخواندیم، فقط درس به مدت 3 ماه خواندیم.
خود سینمای افغانستان چگونه بررسی میکنید؟ تا حالا که کار کردی داخل سینما بودید، چه مشکلات سر راه دکتر خانوما وجود داره؟ به نظر خودت؟ از سالهای قبل کرده فعلا سینمای افغانستان خوب شده، چون سابق اگر ما بیرون میبرامدیم باشه من گپ برتان بگیم که ما تا همراه بانجارومی تشویق میشدیم، بانجارومی های گنده پیاز ما را با این مشکلات بودیم، با خیلی گپ های دیگه، اما حالا شکر خدا خیلی کم شده و مردم تشویق میکنن، احترام میکنن، حمایت میکنن، که من خوشبین هستم که انشاءالله سالهای دیگه بیخینمی کمی کاسی که در سینما اینا میباشه اون از بین میره. در مدت 10 سال شما چند تا فیلم کار کردین و میشه یک دو تا گکش بر ما نام بگیرید؟ هفته پیش یک فیلم افتتاح شد به نام شکار و فیلمی که سر زبانا بود، همگی با اون فیلم من تشویق کردم، فیلم فرخنده بود. پیام او فیلم فرخنده یا شکار اینا چی بود؟ پیام مکمل فیلم امو که فرخنده چطور شهید شد، چطور حادثه برش مشکل بود، مکمل فیلم روی همین میچرخید. فیلم شکار فیلم فرخنده. فیلم شکار باز پیام شکار؟ فیلم شکار روی از این میچرخید که بعضی کسا هستن نقاب خوبی را میزنن اما در واقع خیلی آدم بدی هستن و از اون خوبی شخص مقابل استفاده میکنن. پیام شما برای دختر خانمایی که علاقه دارند به سینمای افغانستان بیاید چی هست؟ من پیام فقط نمیگم در رشته سینما، هر خانم یا هر خواهر ما که میخواید در هر مسلک بیاید، چی سینما، چی ورزش، چی رسانه، خلاصه هر مسلک که دوستان فامیلشون اجازه بدن، چون هر دختر خانم میخواد ترقی کنه، پیشرفت کنه تا به جای برسه. بسیار زیاد تشکر از موافقت های بیشتر و بیشترت را خواهم. قربان تو، سلامت باشید. بیننده های عزیز، ما حالا در کنار یک دوست دیگه ما قرار داریم که امروز در افتتاح فیلم سنگ شکن از آقای سلیم شاهین شرکت کرده بودن و میخواییم امروز اینا کمی حرف بزنیم که اینا چه حس داشتن، چطور بررسی کردن و در کل از خود شما میشنیم. سلام لولا جان، خوبین؟ علیکم سلام. میشه خودتان را برونده معرفی بکنیم؟ سبات ما سیده است، امروز یکی از اشتراک کردن در فیلم سنگ شکن سلیم شاهین. شما دوستدار سینما هستین خودتان؟ ما دوستدار سینما نه، بلکه یکی از حامیان سینما است. مردم افغانستان در سینما را حمایت کنند. سینما است که هنر فرهنگ افغانستان و هنر کشور را زنده نگه می‌دارد. تا حالا به نظر شما سینما در افغانستان چقدر رشد داشته، پیشرفت کرده، نکرده و چی مانع سر راهشان است؟ شما گفتین ما حمایتگرای سینما هستیم. در یک دهه که افغانستان در مشکلات انجام شرکت داشت و مشکلات افغانستان بیشتر از این بود، هنر یک کموکان رشد کرده، خوب شده هنر. انشاءالله که ما امیدواریم که در آینده صلح بیاد در افغانستان و در آینده هنر بیشتر رشد کنه. این یکی از غنیمت های روزگار هنر در افغانستان. خب امروز افتتاح فیلم سنگ شکن از آقای سلیم شاهین است. شما قبلا هم فیلم های سلیم شاهین اینی می دیدین؟ قبلا معلومات دارم در دیگر فیلم هایش که نامشو بگیرین؟ ما قبلا نامشو نرتن خیال نیست، فیلم های سلیم شاهین تماشا کردیم، دیدیم و امروز ما خوشحال هستیم که در این لایو هر قسمت از فیلم شده دیم شرکت کردیم و از جلوجوش مردم خوشحال هستیم که مردم افغانستان در این مشکلات آمدن تماشا کنن فیلم دیدن، همه گرد دخترها خانوما و یک بخش فرهنگ اینجا تشکیل دادن. و فیلم سنگ شکن شما دیدین، این را چطور بررسی میکنه؟ یک فیلم خوب بود؟ پیامش چی بود؟ میشه کمک در موردش معلومات بدین؟ یک قسمتی از کوچک فیلم ما دارم آخر دیدیم، یک پیامی داره که پیامی چند خوب فیلم دیدیم در اولش یک کمی خسته کنم از نظر به انفجار و انتحار و بدبختی افغانستان، ولی انشاءالله امیدوار کننده است که ما تو همچین نقشه را بازی کرده افغانستان، امیدوار کننده هست فیلم سنگ شکن. آقای سلیم شاهین یک سینماگر مشهور در افغانستان است، شما چقدر دوستشان دارن؟ نقشایشان خوشتان میه؟ ما هم در پیش افغانستان را دوست داریم و سلیم شاهین با همون نقشایی که بازی کرده، با همون دیالوگ هایی که استفاده میکنه، ما سر از علاقه مند هستیم و بتانیم در حد اون ایمرش میگیم و خوششم داریم. بسیار زیاد تشکر، ببخشین که وقت تان گرفتیم. برنده های عزیز، ما امروز آمدیم در افتتاح فیلم سنگ شکن و رفتیم دیدیم قسمت های از فیلم با هم دیدیم، مصاحبه های داشتیم
و در کل بررسی کردیم که چطور بودن. البته ما فیلم دیدم اما کلش برای شما نمیگم که چی بود نبود، کم مصاحبه هایم داریم به خاطر که به شما سورپرایز باشه و شما را وادار بکنه تا فیلم سنگ شکنه ببینید. مگم خیلی فیلم عالی هست، پیام خوب داره، خیلی انگیزه دهنده هست و ما توصیه میکنم این فیلم را ببینید. حالا رستم در آخر برنامه، امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت برده باشین و یک برنامه خسته کننده برای شما نباشه. تا برنامه دیگه که ما در خدمت شما خوبان قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. شب و روزتان خوش. الله نگهدار.